سلام بچه ها، چطورین؟ حالتون چطوره؟ خوبین؟ امیدوارم که همیشه اوکی، 20 عالی، موفق، ثروتمند و خوشحال باشید دوستان. خیلی دوستتون داریم، خیلی دوستتون داریم. خدا رو شکر که یک جایی واسه ما فراهم کرد، یک زمینه سازی کرد که ما بتونیم در کنارتون باشیم، با هم دیگه یک علمی رو به اشتراک بذاریم و از هم دیگه استفاده کنیم و پیشرفت کنیم دوستان. میخوام در مورد برموم توضیح بدم، ولی قبلش 2 دقیقه وقتتون رو میگیرم. میخوام راجع به یه چیز جالب صحبت کنم دوستان. اینکه خیلی دوستان از ما میپرسن، سوال میکنن شما چیکار میکنین؟ هر روز میرین اینجا، هر روز میرین اونجا، چیکار میکنین؟ چجوری سر میزنین؟ دوستان میخوام اینو بهتون بگم، گاهی اوقات شغلا نیاز به یه جسارتهایی دارن، نیاز به یک تجربه های عملی دارن. اینکه درست خوبه همش بریم یاد بگیریم، همش ببینیم چیکار میکنیم بقیه چون، اما گاهی اوقات خودتون از روی اون انگیزه، از روی اون جسارته یه سری به زنبوراتون بزنین. بذارین خودتون یه تعداد تجربه ها رو کسب کنین، بذارین خودتون بشناسین زنبورتون رو. زنبور مثل همه حیوانات دیگه اخلاق داره، رفتار داره. این رفتار نسبت به محیط شکل میگیره، نسبت به خود شما شکل میگیره، نوع برخوردی که شما با زنبورستانتون دارین. اینطوری نیست که چون که مثلا یک نوع حشره است خب مغزش خیلی محدود و اینجور چیزا. نه دوستان، زنبور ما با ما اخته و ما رو میشناسه و با صاحبش همونطوری رفتار میکنه که باهاش رفتار میشه. پس دوستان این جسارت رو به خرج بدین، گاهی اوقات خودتون یه تجربیات رو کسب کنین. ببخشید وقتتون رو گرفتم، حالا بریم سراغ اصل مطلب. امروز میخوایم راجع به یکی از خاص‌ترین و بهترین محصولات زنبورداری که خیلی کم بهش توجه شده میخوایم صحبت کنیم. برامو همتون دیدینش، روی قاب، کنار درا، پارچه یا مشمعی که روی کندو میذارین، بین طبقها، بین قابها، جلوی در، خیلی دیدین سبز یا مشکیه، یه عطر خاص سمغ مانندی میده، خشکه، مگر اینکه داخل کندو باشه به خاطر گرماش شکننده است. دوستان حالا این چیه اصلا؟ آقا این موم که میگیم چیه؟ بر موم چیه؟ چه فرقی با هم میکنه؟ دوستان بر موم منشأ گیاهی داره بیشتر، اما موم منشأش از ترشحات داخل بدن زنبوره. به خاطر همین یه تفاوتایی داره. این منشأ گیاهی خودش خاصیتاش چندین برابر موم اصلی میکنه. درسته معطر هست ولی یه ذره تنده، عطر شیرینی داره، طعم تندی داره. اگه دوستان امتحان کرده باشن البته به صورت طبیعی. حالا از چیا ساخته میشه؟ بیشترین درصد استفاده از این توی زنبور داری، زمانی که زنبور میخواد اینو تولید کنه، 50% از سمغ گیاهی استفاده میشه. درختان سنوبری یا مخروطی یا کلن درختهایی که سمغ دارن، یا به قول الله کتابش رزین. بقیهش از خود مومه و همچنین گرده گل، اینا بیشترین استفاده هاشه. توش اسیدهای آمینه هستش، ویتامین ها، قند ها و سایر مواد خیلی تخصصی که اگه بخوایم بگیم خیلی طول میکشه. خب به چه فایده‌ای داره؟ اصلا چرا جلوی در میزنن؟ دوستان یکی از پرکاربردترین استفاده های اینا توی کندوها، زنبور از این استفاده میکنن واسه بستن درزها، سوراخها، جایی که امکان داره حشرات وارد شن، جایی که امکان داره هوا وارد شه، جایی که امکان داره آلودگی وارد شه. آلودگی این خیلی بحث مهمیه. زنبور میاد از این استفاده میکنه و درزها رو میبنده، فقط یک جا رو برای ورود و خروج تعبیه میکنه، اونم جلوی دربه. حالا میگین چرا جلوی در میمنه؟ هر چی جلوی در کوچیک‌تر باشه دفاع ازش راحت‌تره. پس چی شد؟ استفاده از برمو داخل کندو واسه جلوگیری از ورود خروجای علکی، ورود میکروب‌ها و سایر موجودات جلوگیری میکنه. بسیار چسبناکه و به راحتی کل درزهای کندو رو میپوشونه. و همچنین یکی دیگه از مهمتریناش، فوق‌العاده ضد باکتریه. دوستان یعنی بی نظیره توی خواص ضد باکتریش. شما اگه دقت کنین جلوی درب کندو از داخل پره، یعنی هم پایین هم رو هم بغلا. زنبور وقتی که واردش میشه از بیرون، خب به علت میکروبایی که توی بیرون وجود داره، با راه رفتن روی اینا باعث ضد عفونی دست و بالش میشه. خیلی راحت وقتی وارد میشه ضد عفونی میشه. و همچنین شما هر شیء خارجی مثل قاب‌های اضافی وارد کندو کنین، بلافاصله فردا میبینین که کندو زنبورا روش یه همچین ماده چسبناکی زدن. علتش چیه؟ ضد عفونی، آنتی باکتریال دوستان. چون که داخل کندو یکی از سالم‌ترین، تمیزترین و آنتی باکتریال ترین قسمت‌ها تو دنیاه.
یعنی زنبور هیچ وقت اجازه نمیده هیچ میکروب واردش بشه. و همچنین با چسبیدن موجودات به این از بین میرن و همچنین اگه یک موقع موجود خاصی داخل کندو بشه، زنبور رو با نیش زدنش و بعدش مومیاییش میکنن، با این به بیرون از کندو خارجش میکنن، با اینکه باکتریاش از بین میره. پس ما فهمیدیم که بر موم اولین خاصیتش واسه کندو پوشوندنه، محفظه های اضافی، درز ها و جایی که باز هستش. دومی آنتی باکتریال بودنش، ضد عفونی کننده داخل کندو، واسه تمیز نگه داشتن داخل کندو و حتی خود قاب ها و موم. دوستان این از این. حالا میریم تو بحث انسانیش، این چه خاصیت هایی داره؟ خب اصولا هر چیزی که گیاهی باشه یه خاصیت های خاصی واسه انسان داره دوستان، ولی خب این ماده به خاطر وجود آنتی باکتریال بودنش، به خاطر وجود اسیدهای آمینه، به خاطر وجود فلونوئیدهای فعال و همچنین آنتی اکسیدانهای متفاوت، بسیار بسیار مهمتر از خیلی از سایر مواد ساخته شده توسط زنبور است. میگم فقط چون که دیر شناخته شد. دوستان البته من این قسمت رو بذاریم بهتون بگم، من وقتی میخوام خواص انسانیش رو نام ببرم فقط نام میبرم دوستان، چون استفاده از همه اینا نیازمنده مراجعه به پزشک متخصص دوستان. پس لطفاً خودتون لطفاً خودتون به صورت خودسر مصرفش نکنید. یکی از عوامل اصلیش همین ضد باکتری بودنش. بسیار خاصیت داره برای لثه و دندان، کاملاً دهان رو شستشو میده و باکتری ها جلوگیری میکنه و همچنین بیماری های لثه رو از بین میبره. اول دومی بیماری های گوارشی بلافاصله از بین میبره، به خاطر اینکه فوق العاده سلولای زنده ای داره. برای بیماری دیابت نوع 2 فوق العاده مفیده، چون زخمایی که توی دیابتی ها برای روی پاهاشون ایجاد میشه به ترمیم میکنه. یکی از کارهای اصلی برموم ترمیم زخمه، یعنی میاد کلاژن سازی ها رو چند برابر میکنه و سلولا رو وادار به کار کردن میکنه دوستان. اما باید به پزشک مراجعه کنید دوستان. اینی که من ببینید چند بار میگم چون واقعا لازمه بگم دوستان، چیزی که برای بیماری وقتی استفاده میشه باید حتما تحقیق بشه راجبش. و اصولا چیزایی که داخل اینترنت میخونین مثل همین خواصی به صورت آزمایشگاهی فقط ثابت شده عزیزان، یعنی اینجوری نیست که ثابت بشه بیاد بیرون توصیه بشه که همه مصرفش کنن. اما یکی از کارهای بزرگی که علم انجامش میده استفاده از این در مواد مورد نیاز انسانی، شستشوی دهان و دندان از شستشوها، خمیر دندون‌ها درست شده از برموم ساخته شده، فوق العاده برای ترمیم پوست مو عالیه. پس از شامپوها مواد شوینده استفاده میشه ازش، آنتی باکتریاله اومدن ازش، شستشوی دست و صورت و ظروف با برموم ساخته شده دوستان. پس اگه میخواستین مصرف کنین حتما و حتما از موادی که از این ساخته شده استفاده کنین، نه خودش به صورت مستقیم. چرا؟ چون خود برموم به صورت طبیعی زمانی که از داخل کندو دریافتش میکنین خیلی مخلوطه با مواد دیگه ای، امکان داره حتی با حشرات مخلوط باشه، با حشراتی که مردن. به خاطر همین و همچنین معده هیچ آنزیمی نداره برای اینکه اینو بشکافه. پس گول تبلیغات اینستاگرامی رو نخورین دوستان، این به صورت طبیعی داخل بدن حل نمیشه، باید از عصارش استفاده بشه دوستان. و همچنین خیلی امکان داره شما برین عسل بخرین، بگن عسل همراه برموم. اینم بهتون بگم اگر گرما بخوره خاصیتش از دست میده، گرماش بیشتر از داخل گرمای داخل کندو نباید باشه. دوستان فکر کنم دیگه توضیحات کاملی راجبش داده باشیم، امیدواریم که استفاده کرده باشین، امیدواریم که خوشتون اومده باشه. دوستان حتما قبلش تحقیق کنین، هر چی که ما میگیم بر اساس تحقیقات است، اما خودتون هم تحقیق کنین کاملتر، به متخصصش سر بزنین و ازش سوال کنین، ولی حتما به این ماده شگفت انگیز دقت خاصی داشته باشین. الان هم قیمتش فکر کنم اصارشش یه هلوش کیلوی 3 میلیون همین قدر باید باشه. میتونیم برای تولیدش قسمت کمک اقتصادی بهتون حتما بشین نقطه نظری داشته باشین. آره اصارش چون به صورت چون اصلا به صورت طبیعی قابل استفاده نیست، به دوستان گفتیم آره اصارش حتما میتونین تهیه کنین، اونم باز میگم به صورت خاصی داره، بعد حتما آموزش ببینیم. خیلی دوستتون داریم. حتما اگر اطلاعات دیگه راجع به این دارین که من اینجا نگفتم، دوست دارم زیر همین ویدیو کامنت کنین، با ما به اشتراک بذارینش. خیلی مخلصیم، خدا نگهدار.